در ابتدا درود میفرستم بر روان پادشاهان مشروطه ایران زمین، اعلی حضرت رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر، و درود به روان سربازان و جانباختگان ایران اهورایی. درود به همه هممیهنان و همرزمان بی نظیرم در ایران و درود به شما گرامیان. در اینجا به نام ایران سخن آغاز میکنم و ابتدا از همگی شما اجازه میخواهم تا محوریت سخنان امشب خود را در مورد و خطاب به نسلی از جوانان ایران زمین آغاز کنم که همینک برای پاسداشت هوش سرشار و رشادت‌های بیشمار آنان در این برنامه گرد هم آمدیم. نسلی که به دور از لاف و گزاف، خود جوش و بدون دریافت راهنمایی و مشاوره‌های خاص سیاسی و اجتماعی، پیروزمندانه و پیوسته ناباورانه طی 5 سال گذشته روند درست براندازی را شناسایی، برنامه ریزی، بنیانگذاری و آغاز کرد و این در حالی است که پس از 5 سال هنوز در خارج از مرزهای ایران حتی توسط سامانه پادشاهی‌ها هیچ برآورد درستی از آن نسل پویا، ارزشمند، مبتکر و جوان به دست نیامده. گویا سامانه آنچنان هم به سامان نیست و هنوز سردرگم است. همیهنانم، مهم است بدانیم و یادآوری کنیم همیهنانی که خیزش ملی 98 را رقم زدند، پیشتر 7 آبان با شکوه 95 را رقم زده بودند. 7 آبانی که نقطه آغازانی بود بر تأسیس دوباره دیوان سالاری و دولتمندی ایران و ایرانی با پشتوانه نیرومند نهادی ورجاوند به نام پادشاهی ایران زمین. بازگشت به اصل و اصول بود، نه به تمامیت جمهوری اسلامی، و گذر بود از هرچه پیش از آن جمهوری اسلامی را به وجود آورده بود. سالها پیش از آن که اپوزیسیون قصد بر ائتلاف و تشکیل کارزار و سازماندهی برای گذر از جمهوری اسلامی داشته باشد، آن نسل ارزشمند با فریاد جاوید شاه به جمهوری اسلامی و هرچه آن را پدید آورده بود نگفت تا به ما ثابت کند در این راه فرسنگ‌ها از بسیاری از ماها جلوتر است. از این رو مایه شرمساری من است بعد از سالها امروز از اینجا با هموطنانم سخن میگویم. نه از قلب ایران، قطعا این ذکر مصیبت از کمکاری ماست، نه آنان که سینه به سینه جمهوری اسلامی جنب بر کف گذاشتند و فریاد ایران خواهی سر میدهند، که به راستی باید جمهوری اسلامی سرنگون میشد اگر آن نسل شیک پشتوانه می داشت. اما هم میهنانم بدانیم رفتار آبان یک سلسله رفتار سیاسی دنباله دار است که ریشه در باستان دارد، به پشتوانه نیرومند فکری و مفاهیم ثابت و غیر قابل تغییر. خیزش های پی در پی ملتی است که برای تغییر اساس حکومت و تأسیس دولت. اما ما اینجا دور از ایران، از فریاد و پیام آبان دور افتاده ایم و آنها در اکثریت مطلق به زودی بر اثر دانایی و شناخت کافی بدون نیاز به ائتلاف و گفتگو با هیچ جریان ناخالص دیگری در دفاع از تمامیت ایران دوباره خواستار بازگشت پادشاهی به سرزمین اهورایی من خواهند شد و رستاخیز ملی ایران را رقم خواهند زد. هرچند می دانم جریانات سیاسی مشهور پشت مرزهای ترس و احتیاط از سرکوب باورهایشان کوتاه نخواهند آمد، اما آنها اراده کردند ایران را پس بگیرند. پاینده ایران و ایرانی، جاوید پادشاهان ایران ساز و ایران دوست پهلوی. سپاس از شما هموطن.